ترکیه روز سه‌شنبه شاهد حوادث بسیاری بود. در ساعات اولیه بامداد، صدها نفر از نیروهای پلیس ضد شورش به معترضانی که در میدان تقسیم تجمع کرده بودند حمله کرده و با استفاده از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور سعی کردند آنها را متفرق کنند. معترضانی که در واکنش به حمله نیروهای پلیس موانعی ایجاد نموده و از بمب‌های آتش‌سا استفاده کردند. میدان تقسیم از هفته گذشته در دست معترضان بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که همزمان با عملیات پلیس در مجلس سخنرانی میکرد گفت که بخشی از معترضان آشوبگرانی هستند که قصد دارند به کشور ضربه بزنند. ساعتی پس از ورود پلیس به میدان تقسیم، معترضان در سمت غربی میدان و همچنین در پارک گزی تحصن کردند. پلیس ضد شورش تلاش کرد آنها را از پارک براند، اما در هنگام ورود با صدها معترضی که یک زنجیره انسانی ایجاد کرده بودند روبرو شد و به ناچار عقب نشینی کرد. همچنین روز سه‌شنبه نیروهای پلیس 73 وکیل را که در اعتراض به حمله به معترضان میدان تقسیم در ساختمان دادگستری شهر استانبول تجمع کرده بودند دستگیر کرد. در جریان این دستگیری‌ها که با خشونت بسیاری از سوی پلیس انجام شد، شماری از وکلا زخمی شدند.